بچه معدب بچه معدب رو یک گاو گوساله پرست هندی هم بچه معدب تربیت میکنه یک ژاپنی هم بچه معدب تربیت میکنه فانو. پس این نشد اینجاست که دیگه باید بدونیم که وقتی به عقل بها میدیم جهت عقل اون چیزی که حرکتش میده چه هست حتی وقتی به جسم بها میدیم بدونیم که اون بهای جسم چرا باید جسم با دیم؟ اون بها میدیم اون مکانیزم حرکت اون عقیده هست اون با مثلا باور هست چرا آقا میرید ورزش ما به ما گفته که المؤمن القوی خیر و محب الله من المؤمن ضعیف مؤمن قوی در پیش خداوند متعال بهتره از از مؤمن ضعیف خب مؤمن توانمند و قوی خب چرا آقا میرید نمیدن در تخصص اینقدر با عشق و علاقه میخونی و که بهترین بشین پیامبرم به من گفته که المؤمن القوی خیرون و احب الى الله من مؤمن ضعیف آقا چرا این قدر به کارت اهمیت میدی و اینقدر قدر ظرافت میدی تو کارت پیامبرم به من گفته المؤمن القوی خیرون و احب الى الله من مؤمن ضعیف یعنی من در هر فضایی که کار میکنم باید بهترین باشم از نظر جسمی قوی باشم از نظر عقلی قوی ترین باشم از نظر عدای مسئولیت قوی ترین باشم هر کاری که می کنم بهترین وجهش می کنم چرا چون که بهترین بودن قوی ترین بودن در تخصص در زندگی در شادی در همه چیزا من بیش خداوند متعال بهترینم عزیزترینم من میخوام که عزیزترین و بهترین باشم پیش خودم این انگیزه باعث میشه که یک نوع توازنی در فضای به تربیتی بی وجود میاد آقا به قلبم احتمام میدم به قلبم احتمام میدم تا اگر به قلب توجه نکردی دیگه میشی چی؟ اسیر هوا و هوس اسیر هوا و هوس یعنی اون چیزی که قلب رو به حرکت در میاره اون پتانسیل حرکت قلب اون انگیزه ای که قلب رو مدیریت میکنه یا ایمان هست یا هوا و هوس اگر من به قلب از جانب ایمانی اهمیت ندادم به طرف چی میره؟ به طرف هوا هوس میره دیگه هر کاری دلش بخواد میکنه در شهوت ها و در غرایز و اسیر شهوت ها و غرایز میشه دیگه سنگ دل هست و میشه که فلانی خیلی آدم سنگ دلی هست یا ولش کنی این آدم دل نداره دلش سنگه نمیدونم احساسات نداره خب این همون چی هست وقتی که ما قلب رو یادمون میره که بهش توجه بکنیم یا مثلا به نفسمون رسیدگی نمی کنیم به نفسمون دیگه این است که دنبال این انسان میشه یک تاغوت یک انسان فاجر اهل شهوات و اهل همه گناهان و هر پستی و رزالتی که هست میبینی که این طرف رو به اون سو کشیده مشکل کجاست؟ برمیگردیم به مشکل کجاست ببینید وقتی که خودمون رو نشناسیم هدف تو،, تو این زندگی چه هست آقا تو چرا تو این زندگی وجود داری این چرا یه بسیار خطرناکی که کل ملحدان رو دیوونه کرده وقتی میپرسیم آقا چرا چرا این ما خلق شدیم ما چرا این دنیا آفریده شده چرا ما در این دنیا هستیم پس باید یک هدفی باشه اگر من هدفم رو شناختم کل زندگیم و کل ابعاد تربیتیم خود به خود ردیف میشه ببینید یه آقای میاد شهر شما خب وقتی اومد شهر شما میگه که آقا من میخوام خونه بگیرم کجا خونه بگیرم شما اولین سوالی که میکنی که آقا چرا اومدی به چه هدفی اومدی تو این شهر آقا من یه مادر بزرگ پیری دارم آوردمش درمان بیماری قلب داره اینجا گفتن که بیمارستان خوبی هست آفرین ما تو شهرمون دو تا بیمارستان داریم بیمارستان قلب اونه که تو شمال شهره تو شمال شهر در منطقه فلان شما الان خونه میگیرید خونه ای میگیرید که خیلی نزدیک بیمارستان بشه که چون که شما هر روز باید برین مراجعه به بیمارستان داشته باشید الان این آقا فهمیدیم هدفش برای چی اومده هدفش که فهمیدیم دیگه الان میدونیم که زندگیش مرتب میشه خونه کجا بگیره برای چند مدت بگیره رفتا چقدی باشه خونه هم. فضای خونه چطور باشه اکسیژن رو نمیدنم تهویه و اینهاش همه اینها ترتیب میشه به خاطر چی وقتی هدفش رو شناخت یا مثلا میبینید که آقا شما برای چی اومدین اومدن برای آموزش اومدم درس بخونم و تو دانشگاه فلان قبول شدم حالا شما در دانشگاه فلان خوابگاه کجا باید بگیری خوابگاه رو جایی میگیری خونه این رو جایی رو انتخاب میکنی که نزدیکترین جا باشه به دانشگاه آقا من هزینه دانشگاه رو ندارم باید کار بکنم الان فضاهای کاری مختلفی جلو روش پیدا میشه کدوم کار رو انتخاب میکنه همون کاری رو که کمترین وقتش رو بگیره مهم نیست حقوق فقط اینقدر که آقا بتونه هزینهش رو پرداخت کنه این دیگه نیومده اینجا کار بکنه که زندگی واسه خودش بسازه این کار میکنه فقط که بتونه هزینه رو پرداخت کنه برای این هزینه همون کاری که این هزینه رو جوابگوی هزینه هست اون رو انتخاب میکنه که کمترین وقت و کمترین جهد این آقا رو بگیره و بتونه بتونه به درس و مشقش برسه کارش جایش حرکتش همه اینها تنظیم شد ترتیب شد وقتی که ما چی هدفش رو فهمیدیم اون کسی که برای تجارت اومده کلا برنامه یه چیزی دیگه است اون کسی که برای گردش و خوشگذرانی اومده اون کلا برنامه یه چیزی دیگه است اون کسی که هدف چه هست وقتی که هدف رو در زندگی مشخص کردیم که چه هست اون وقت دیگه کل برنامه زندگی مرتب میشه